خدمت شما همه عزیزان این قسمت تست کمتر میزنیم سوال پیشرفته حل میکنیم که توی تست نمونه رو میبینید یعنی ما گزینه اینها نداریم توش مثلا مشخص کنید ولی راه تستی بهتون بگیم که میتونید باش سوال مختلف تستی حل بکنید و این که خیلی هم شاید فکر مثلا به نظرتون میاد که شاید ربط نداشته باشه فصل دو اما خب جاش اینجاست که بگیم چرا این سری محاسبات اعداده اعداد تواندار مثلا بعضی جاهاش یه چیزهایی نمیدونید امروز بشنوید فرمول میده بهتون میدیم دو سه تا فرمول اساسی بهتون میدیم رو حفظ کنید تو سوال های از این جور حاصل به دست آوردن ها بهتون میدن دو تا عبارت رو با هم مقایسه کنید میخوایم حاصلش رو به دست بیاریم یکیش بین همه این اعداد تواندار ضربه اینجا بین همشون جمعه بقیه چیزا شبیه همه خب جوابش متفاوت میشه دیگه اولی نکته آنچنانی نداره نگاه کن پایه ها اگه مساوی باشه و بینش ضرب باشه بلدیم یک کپ پایه‌ی مشترک رو می‌نویسیم توانا رو هم جمع کنیم خب اونیم که توانا داره توانش یکه توانا چی شد یک دو سه چهار تا صد قرار توانا رو جمع کنیم یعنی مجموع یک به دو به علاوه سه به علاوه چهار تا به علاوه صد خب این چیه؟ اینو قبلا خوندیم مجموع عدد یک تا صد توی فرمول گاوس بهش میگفتن فرمول گاوس چی بود؟ یه اشاره کنیم مجدد ان در n به علاوه یک تقسیم بر دو به ما میگه جمع اعداد یک تا n از این فرمول به دست میاد پس جمع اعداد یک تا صد میشه چی؟ n من صده میشه صد زب در صد به علاوه یک میشه چی؟ صد و یک تقسیم بر دو پس میشه دو به توان صد زب در صد و یک تقسیم بر دو اینو که حساب کنی میشه پنیزار و پنجا. پس میشه دو به توان پنیزار و پنجاه حالا اگه پایه ها سه بود فرق نمیکرد حالا اگه از یک شروع نمیشد که اونا فعلا بماند ما سال ب و جیم رو بیشتر با هم بحث کنیم تو قسمت ب بینش جمعه خیلی هم میان تو گزینه ها اینو میزنن جوابی که واسه قبلی به دست دوردیم خب قبلیه بینش زرق بود این جمعه این دو روش داره یه روش تشریحیه من میگم ولی تشریحیش توی تست توصیه نمیشه بعد از اون جواب تشریحی نکته تستیشو در میارم من اینو تشریح حل کنم مفهومی متوجه بشید کل این عبارت رو من جمع... نمیخوای مجموعشو. یعنی حاصلش رو مثل مثلا آ آ رو به دست حله حالا یه تساوی تشکیل شد آ مساویه اینه طرف این عبارت طرفین تصاوی رو در دو کن پس دارم چیکار میکنم ضبط در دو این میشه دو آ خب دو ضرب در دو میشه دو به توان دو این میشه دو به توان دو دو توان دو ضرب در دو دو به توان سه یعنی هر کدوم از اینا یه دو میندازه رو توانش تا صد هم میشه صد و یک تا اینجا درست یه خط بکش اینا رو از هم کم میکنی داری چیکار میکنی؟ اینو از این کم میکنیم کم میکنی در اصل پایینی و به علاوه قرینه بالا میکنی پس همه رو منفیش کن داری کم میکنی دی؟ پس میشه دو آ منهای آ آ دو تا دو با منفی دو تا دو میره دو تا اون سه با منفی دو اینا میرن میبینی قرینا میرن اینم با قبلی میره چون قبل دو تا اون صد و یک دو تا اون صده یه دونه منفی دو میمونه با یه دونه دو به توان صد و یک درست پس میشه چی؟ دو به توان صد و یک منهای دو آقا جواب به دست اومد اینو میشه به دستش آورد نه دو تا صد عدد خیلی بزرگی حالا دو تا ازش کم کنی بجاش بر نمیخوره تو تستا میبینی اینو یعنی گزینه رو این تیپی بهت میدن به صورت تفاضل و اینها به شما گزینه رو میدن پس اینطوری حالا اگه دو نبود سه بود یا هر چی بود نگاه کن فعلا حالت تستیش نگفتیم تشریحش این فرم مفهوم میشه مجدد اینو بگی آ خب پایا مگه سه نیست پس طرفین رو ضرب سه کن اگه پایات چهار بود همه طرفین این در چهار پایه آ بود طرفین این در آ پس این میشه چی؟ سه آ سه به تاون پنگ ضرب در سه میشه سه به تاون شیش هر کدوم یه دونه میافته رو توانش اضافه میشه نمیشه هم سر توان 64 بالا چیکار کردیم دو تا رسم کم کردیم کم کن سه آ منهای های آ میشه دو آ کم میکنی نه نوا... چی قرینه میشن دیگه اینا هاش قرینه میشن پس این ببخشید این که میمونه عوض میخوام سه تا پنجه میمونه چون قرینه پایین نداره این با این میره این با این میره و قبل سه تا 64 س... که سه توان 63 با بالاش میره چی موند منفی سه به توان 5 و مثبت سه به توان 4 میشه سه به توان 64 بخش 64 من های سه به توان 5 جواب نه هنوز ضریب داره دعا شده این پس آ میشه کل این عبارت تقسیم بر دو پس میشه سه به توان شست و چهار منهای سه به توان پنج تقسیم بر دو این شد جواب اصلی آقا اینو میشه محاسبه کرد نه یکی نگه اینو از این کم کنم تقسیم نیست مثلا سه تا مثلا من پنج شست و چهار نکنی وقت من ها داره گولشو نخور بعد تقسیم داشته باشه پس چون نمیشه حساب کرد این اینو تو گزینه ها میبینی به طور کلی نکتش رو ببین من نکتش اینجا بنویسم بیایم اینجا شالله که بیایم به طور کلی اگه یه عبارت اینجوری داشته باشیم آ مثلا به توان مثلا ان علاوه آ به توان ان علاوه یعنی توانا داره یه دونه یه دونه چی میشه اضاف میشه آ به توان ان علاوه دو تا برود به آ به توان ام خب طبیعیه دیگه مثلا ان بزرگتر از ان دیگه مشخصه اینا هم عدده چی هم؟ طبیعی و ان اینو میخوای حساب کنی فرمولش اینه داخل کات نیستم فرمولش میشه آخری اون بزرگتره یه واحد به توانش اضافه کن من یعنی وسط کن این فقط با این کار داری یه واحد به این اضافه کن این اضافه نکن من های اولی تقسیم بره خود پایه پای منهای یک بیام تو مثال فرمولو چک کنیم تو مثال نگاه کنیم بیاد اینجا مثال جیم ببینید ببینید مثال جیم رو اینجا اینجا که ببینید آخری چی بود؟ سه به توان شست و سه. خوب البته تب بعد تبدیل شد سه به توان آره دیگه کاینا رو یه بار اضافه کردیم شد سه به توان شست و چهار مثلا فرون رو بریم منهای او... اولی سه تا 5 تقسیم بر سه منهای یک سه منهای 1 میشه چی؟ دو یک مثال دیگه بزنید تا جا بیفته نگاه کن طبق فرون دیگه نمیخوایم تشریح حل کنیم اگه اینجوری بود چیکار کنیم؟ پنج به توان مثلا 20 به علاوه پنج به توان 21 تا پنج به توان پنجا و این جوابش چی میشه؟ جوابش میشه همین سادگی پنج به توان پنج میشه پنج و سه من های پنج به توان بیست تقسیم بر پنج من یک چهار دوست داشتی به اشتراک بذار یه مثال پرتکرار تو تست ها خصوصا تست های قدیمی همچین چیزی بهش میگن کسره تلسکوپی اسم گذاشتن ما اسمش کاری نداریم چجوری تعریفش مجموعه کسرهایی که مخرجشون ضرب دو تا عدد طبیعیه و صورتشون تفاضل اون دو تاست نگاه کنید الان ضرب دو تا عدد طبیعیه بعد یک با دو تفاضلش میشه یک تو صورت میبینیم دو سه تفاضلش تو صورت میبینیم مثلا پایین نگاه کن پنج و هفت ضرب دو تا عدد طبیعی تفاضل پنج و هفت چیه؟ دو تو صورت میبینی این یه شرطشه یه شرط دیگه که خب اینا به صورت متوالی داره زیاد میشه مثلا یک دو سه چهار میبینی؟ یک دو تا بعد دو سه تا یه اینجا ناکام پنج هفتا هفت نه تا یعنی کسر بعدی با چی شروع میشه؟ با این هفته قبلی یا یعنی مثلا اینکه سه با چی شروع میشه؟ با نه قبلی بر روند و رو دیدید اگه همچین روندی دیدی دی که من تعریف کردم رو تستش اینجوریه تشی عمل میکنه تستش نکن راحته یه یک بزه بالای کله این یه یک هم بزه کله این این یکو با این اولی بگیر میشه یک یکو این یکی که نوشتی با این, او... با این آخری بگیر یک صدا پس هیچ کدوم نگاه نکن کلا میشه یک من منهای... یک یکو میشه یک دیگه یک منوی یک صدوم کم کنی میشه چی؟ 99 صدوم شک نکن جواب دقیقه این میشه 99 صدوم یعنی بشین خودتو بیچاره هم بکنی مخرج مشکلی کنی آخر سر میشه اینکه که عمرم بتونی مخرج مشکلی کنی به همه اینا این میشه جواب آخرش یا یعنی بعدی نکن یه یک بذار بار کله این یه یک هم بذار اینجا اولی رو با این بگیر یک پنجم آخری هم با این آخری میشه چی؟ یک پنجام منهای یک پنجام میشه یک پنجام منهای یک پنجام حالا حسابش بکنی دیگه راحت پنجام میشه ده ده منهای یک نه پنجام این جواب اینه میشه نه پنجام اگه این آقا چرا همچین چیزیه توضیح خواهیم داد تو تشریحش فعلا به طور کلی تستش رو یاد بگیریم که اینا کسراش به چه صورت به این فرم من اینو پا... پاک کنم چون کار دارم به این صورته تفاضل اون دو تا میاد تو صورت زر اون دو تا میاد تو مخرج حالا من یه مرحله قبلتر از اینو برم آبه هم مال ب هم مال آ یعنی تفکیک کسرها یه بار با این بگیرش یه بار آبه هم آبه یه بار هم با آبه چه اتفاقی میفته ب با ب میره داریم تفکیک میکنیم کسرها رو میشه چی؟ یک آ اونم میشه یک به هم چه جالب پس اینایی که داری میبینی این تو تولیدات اینن یک دوم منهای یک سومه این یک سوم منهای یک چهارمه این چیه یک هفتم منهای یک نهمه دو رو گولشو نخوری یا دو تفاضله پس با توجه به این نکته میشه تشریح هم حلش کرد که بفهمیم فرمول از کجا آمده حالا تشریح رو گوش کنید خب میخوایم تشریحی اونو ببینیم با هم ببین این بود دیگه سوال این بود بعد دو ست تا بعد مخرج میشد سه چهار تا تا میرفت یک به روی 9900 تا طبق نکته ای که عرض کردیم خدمت شما این همان یک من های یک دوم است شک داریم اخرج مشکل کو میشه این این به علاوه این همان یک دوم من های یک سوم است من خمو کن کنم میشه سه دو سه من های دو دو ستا. سه تا سه دو میشه یک بیا من خمو شکل با خودتون میشه این جوابش این هم همچنین اینم میشه یک سوم منهای یک چهارم تا اونم میشه یک نود و نهم نو منهای یک صدم یه چیز تابلو اتفاق میافته منفی یک دوم مثبت یک دوم اینا همه میرن همشون میرن اینا هم با قبلی همه اینا میرن میمونه یه دونه یک با یه منفی یک صدم پس در نهایت میشه یک منهای یک صدم که همون 99 بود که من روش تستی رو دست بردم بقیه اش هم همینه دیگه من بعدیش رو اثبات نکنم یعنی اونا رو تفکیک کنی بیاری اینا کن مثلا ناکن رو این ببین الان من اینو میگم چی؟ این هست یک پنجم من های یک هفتم این هست یک هفتم من یک نم. خب طبیعیه منفی یک هفتم این با مثبت یک هفتم میره پس همشون میره میمونه فقط اولی آخری یعنی یک پنجم و یک پنجاهم تفاضلش از این نکته استفاده کردیم حلش کردیم این حل یکی واسه کسری تلسکوپی میرن حالا اگر بیام اینجا اومدیم صورتش تفاضل این دوتا نبود مثلا اینجوری بود ببین دو پنج زب در ده به علاوه. دو به روی بعدیش میشه ده ضبط داره پنج تا پنج تا پونزده چون تفوزولا باید یکی باشه دیگه بعدی پونزده زب داره بیست چند تاشو حل کنیم بقیه شدیه بلدی بیست زب در بیست و پنج. حالا تو همینجا باش بچه نگاه کنید تفاضل پنج و تو صورت نیست اگه نبود چی کار میکنن این تفاضلش من پنج نیست این پنج داشته باش این هم ای دو نیست این دو پنجم همه بنویس حالا اون یک یک بازیاتو انجام بده یکو بذار میشه چی یک پنجم به روی ببخشید منهای یک پنجم یک پنجم منهای یک بیست پنجم اینم حالت تستیه این میشه پس میشه دو پنجم نخم رو کنیم بیس پنج میشه پنج منهای یک کلا میشه دو پنجم زب در چهار 25م میشه هشت صد و بیس پنج این هم جواب این پس اگر من اینطور بگم تفاضل این دوتا تو صورت نبود تو بیا چیکار کن صورت رو بنویس صورت که داره تکرار میشه دو 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 اینو بنویس بعد تفاضل دوتا بنویس تو مخرج حالا برو سراغ اون فرموله حالا بگو یک پنجم منهای یک بیس پنجم این دو پنجم زب در اون فرمولی که ارائه دادم انجام بده یه حاصل عورت دیگه ببینید این کسرها که نمونهش رو تو کتاب دیدید ولی خب سه نقطه دیگه نداره یعنی این،, این میگه آقا این روند همینجور ادامه داره مثلا اینجا تمام میشد تا یه جایی کتاب خب اما وقتی که سه نقطه داره بعد چه کنیم یعنی این تا ابد این روال سه منهای دو به روی سه منهای دو به روی سه منهای دو به روی سه, سه همینجوری ادامه داره اینا که سه نقطه پذیر هستن یا تهش معلوم نیست بهترین کار اینه که بله همین آ گذاشتیم چیز قشنگی ها معمولا تو تستا خودش آ رو میذاره اگر قرار نداد مثلا این عبارت رو داد آ گذاری کن یا ایکس بذار پس کل عبارت هستی بذار آ هدف دست دادن چی آ دیگه میخواین آ پیدا کنین چنده حاصل این چی میشه پس خوب نگاه کنید سه منای دو به روی دید دیرید سه منای دو به روی دید دیرید خب این حرفی که زدم این همو آ دیگه این آ این آه ا این من آه، کل این آه سه منای دو به روی دید دیرید اینجا هست دیگه من مجبورم اینجوری با یه چیز بگم دیگه حالا دید دیرید بازی در بیارم سه منای دو به روی همین داری آ رو تو مخرجم میبینی پس این عبارت به این تبدیل میشه میشه آ مساویه سه منهای دو به روی آ قبول داری اینو حل کنی این معادله رو آ به دست میاد حالا معادله چه, چه حل میشه اینو مخرج مشاگیری کن مخرج یک بده آ ضرب یک میشه آ سه آ منهای دو تاج درست این مساوی چیه؟ آه پس آشو. این مساوی آش این دوتا رو مساوی قرار بدم پس میشه آ مساویه سه آمن های دو آم یه عبارت کسری که ببخشید یه معادله کسری که به هر حال وجود داره تو مجهول توی صورت و مخرجش طرف این وسط این اگه جواب میده وسش طرف این وسط این کن یه ای طرف وسط این انجام میدیم آ زب در آ میشه آ دو این میشه چی؟ مساویه سه آ منهای دو سه آ منهای دو یک میشه خودش حالا اینا رو بیاریم این بر میشه آ دو منهای سه آ منهای به علاوه دو مساوی صف همه رو برده این وریم بر, بر مساوی صف قرار دادیم خب اینو ببینید کافیه بری به گذینه ها نگاه کنی به گذینه ها نگاه کن جواب پیدا میکنی یعنی به جای آ ببین چه بازی اصلا اینو بیخیال شو اصلا این طرف وسطه هم که نکردی مگه نرسیدی به این عبارت به عبارت چی؟ آ مساویه سه منهای دو آم گزینه ها رو تو این امتحان کن ببین کدومه که از این گزینه ها میشه به جاش آ رو به جای آ قرار داد حالا اینجا اگه جواب شده دست دو تا جواب داره حالا فعلا تو این فصل نخوندی تو فصلش پنج اتحادها رو که میخونید تو فصل پنج میفهمید جوابی میشه یک و دو حالا هر کدوم میتونه جواب تو گزینه ها باشه مثلا مثلا گزینه جیم و مثلا دال سعی است هم یک هم مثلا دو برفرض این دو تا جواب داره هم یک درست میتونه باشه هم دو براش الان نگاه کنید میشه آ دو بذار میشه چی دو مساوی سه منهای دو دوم درسته دیگه یه به یک بذار یک مساوی سه منهای های دو یکم به پس دو تا جواب میتونه داشته باشه این راه رو رفتم که نگه دارید تو فصل پنج اتحاده که میخونید از یه طریقی میتونید به این دو تا جواب برسید اگر هم رو نخوندید دیدید با روش جاگذاری میتونستید حلش کنید بریم یه مثال دیگه از اون مثال قبلی حل کنیم خب این تواناش فقط منفیه فرقی نکرد اینو میتونی بنویسی چی؟ یک دوم به توان یک اینو میتونی بنویسی چی؟ یک دوم به توان مثبت دو اینو میتونی بنویسی یک دوم به توان مثبت سه و یک دوم به توان سی حالا که میگه آقا توان منفی نرسیدیم خب الان بهتون میگم دیگه توان منفی یعنی این بیا پایه رو معکوس کن توان خود به خود قایل دو یکمه میشه یک دوم توان میشه مثبت یعنی به طور کلی ما قبلا اشاره کردیم چون بعضی یا میگه آقا ما پارسال نخوندیم همچین چیزی میشه چی به آم به توان ان اینو یاد به با ما یه نکته تعریف توان منفیه تعریف توان منفی چون ما این سالی که حل کردیم توان مثبت بود دیگه خب اشکال نداره با همون توان منفی و تبدیلش توان مثبت میتونیم از اون نکته استفاده کنیم نکته چی بود گفتیم میایم به آخری یک فاید اضافه میکنیم من این اولی تقسیم بر یک یک پایه رو یک دوم من یک تقسیم بر چی؟ پایه منهای یک بود آمنهای یک فرموله فرموله باردی داشته باشیم این بود دیگه آ ام به علاوه یک منهای آ ان به روی آ منهای یک خب آ الان چنده؟ یک دوم ام تو چیه؟ سیه سی به علاوه یک سی و یک ان تو چیه؟ یک پس میشه یک دوم یک پایین میشه منفی یک دوم بالا هم خودشه فرق نمیکنه ولی واسه اینکه منفی از بین بره میایم چیکار میکنیم میایم اینا رو جابجا میکنیم میگیم یک دوم این دو تا جابجا میشه منفی در منفی از بین میره دیگه یا به عبارتی جواب میشه دو به توان منفی یک منهای دو به توان منفی سی و یک به روی یک دوم حالا یک دوم دو در رو نزدیک در نزدیک بکنی ببینی چه اتفاق مخرج یک بده به این, به این یک بده دو در رو نزدیک در نزدیک میشه دو به توان صفر چرا؟ دو در جفتش ضرب میشه منهای به این دو رو میبینی در هم این ضرب میشه هم این منفی یک <applause> به علاوه یک صفر اون میشه دو به توان منفی سی و یک به علاوه یک دو به توان منفی سی در کل میشه یک کنار دو به توان منفی سی میشه گزینه اگه این رو متوجه نشدید یک بار بریسید دو نزید نزید. از این از این دو رو در جفتش سر کنید